زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریشه سفید رئیسی. موقعیت اوین. مختصات 35.796 درجه شمالی و 51.384 درجه شرقی. وضعیت عملیاتی. ظرفیت 15,000 نفر. باز شده در سال 1972، 49 سال پیش. تحت مدیریت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. رئیس حمید محمدی. شهر تهران. کشور ایران. بازداشتگاه یا زندان اوین یکی از مشهورترین زندان‌های ایران است. این زندان در منطقه اوین درکه در منطقه سعادت آباد تهران قرار دارد. در این زندان افرادی از گروه‌های مختلف مذهبی، سیاسی، ورزشی و غیره قرار دارند و به دلیل حبس تعداد بالای روشنفکران و چهره‌های علمی و دانشگاهی در این زندان، لقب دانشگاه اوین به این زندان داده شده است. پیشینه. یکی از معماران زندان اوین امیر نصرت منقح بود. ساخت این زندان در زمینی به مساحت 40 هکتار از دهه 1340 آغاز شد و در سال 1350 افتتاح شد. زمینی که در آن زندان اوین ساخته شد، سابقاً خانه سید ضیاءالدین طباطبایی بود. بندهای زندان. برخی از بندهای این زندان زیر نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نبوده و توسط سایر نهادها اداره می شود. برای مثال بندهای 209 و 240 این زندان که دارای سلولهای انفرادی و چند نفره است در اختیار وزارت اطلاعات است و بند 2 الف آن زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد. تردد و حضور زندانیان سیاسی خارج از سلول‌ها فقط با داشتن چشم بند ممکن است. در زندان اوین هر اتاق یک مسئول منتخب زندانیان را دارد. در هر بند نیز یکی از زندانیان به عنوان وکیل بند رابطه اصلی با زندانبانان است. این بند دارای فروشگاه کوچکی است که امکان خرید مواد غذایی بسیار ساده همچون بیسکویت، خرما، تخم مرغ و مانند آن وجود دارد. در این بند معمولاً زندانیان حق دارند که هفته یک بار با اعضای درجه اول فامیل خود ملاقات از پشت شیشه داشته باشند. بند هفت زندان اوین عمدتاً به زندانیان با جرایم مالی اختصاص دارند. در این بند هفت سالن با ظرفیت اسمی هر یک 200 زندانی است که گاه پذیرای بیش از 700 زندانی نیز بوده است. بند هشت زندان اوین به تبعیدگاه این زندان مشهور بوده که در حال حاضر محل نگهداری زندانیان سیاسی است. ساختمان آن برای زندان ساخته نشده است و ساختمان اداری زندان اوین بود که پس از انقلاب 57 به دادگاه انقلاب تبدیل شد و پس از انتقال دادگاه انقلاب به خارج از اوین به صورت بندی در کنار بند هفت در آمد. بند چهار زندان هم محل نگهداری بخشی از زندانیان سیاسی عقیدتی و همچنین زندانیان مشهور به اختلاس مالی اقتصادی است. بند 350 یعنی بند سیاسی و در حال حاضر بند 6 از بندهای عمومی اوین و زیر نظر قوه قضایی است که در گذشته بخش 3 نامیده می شد. این بند ساختمانی دو طبقه است که در میان آن حیاتی مربع شکل قرار دارد. دو ضلع این مربع به اتاقهای نگهداری زندانیان اختصاص دارد که تعداد آنها در هر طبقه به 7 اتاق می رسد. دستشویی ها و حمام های این بند در یکی دیگر از اضلاع آن قرار دارد. پس از یورش گارد زندان اوین در 28 اردیبهشت ماه 93 که به پنج شنبه سیاه اوین معروف شد، بسیاری از زندانیان بند 350 سیاسی عقیدتی از این بند به سایر بندهای زندان اوین و سایر زندانها منتقل شدند و در نهایتاً بند 350 تعطیل شد و به بند کارگری تبدیل شد. کشف مواد مخدر. در سال 1394 حدود 130 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مبادی ورودی و داخل زندان‌ها کشف شد. بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات. بند 209 دارای سلول‌های انفرادی و چند نفره می‌باشد که در اختیار وزارت اطلاعات است و ارتباطی به مجموعه قوه قضاییه و زندان اوین ندارد. بازداشتگاه 209 یک بازداشتگاه سری و غیر رسمی در تهران تحت نظارت وزارت اطلاعات رژیم است. این بازداشتگاه داخل زندان اوین در منطقه شمال غرب تهران مستقر است.
بند 240 دیگر بازداشتگاه این وزارت دارای چندین طبقه و هر طبقه راهروی طولانی دارد که شامل چندین سلول در طرفین است. در هر سلول دارای دریچه کوچکی است و در پایین در کوچکی مانند در صندوق پست تعبیه شده. درون هر سلول دستشویی و دوش آب به وسیله یک پرده از اتاق سلول جدا شده است. درون سلول‌ها پنجره‌ای وجود ندارد. دیوارهای هر سلول دست نوشته های زندانیان را شامل می شود. شعر، تاریخ ورود و خروج، علت دستگیری زندانی، هویت زندانی، دلتنگی های زندانی و ظلم های روا رفته به او از این قبیل نوشته هستند. قبل از انقلاب 57 پیش از انقلاب 57 اوین مستقیماً توسط ساواک اداره می شد. با آنکه ساختمان اولیه زندان شامل 20 سلول انفرادی و دو بند عمومی فقط برای 320 نفر ساخته شده بود، در طی سالهای بعد به ساختمانهای زندان چند برابر اضافه شد، به طوری که در سال قبل از آغاز انقلاب تعداد سلولهای انفرادی تا 5 برابر یعنی 100 سلول انفرادی در بند 209 افزایش یافت. همین بند 3 طبقه شامل 6 اتاق بازجویی در زیر زمین بود. یک حیات اعدام، یک دادگاه و بندهای جداگانه‌ای برای زنان و زندانیان عادی هم ساخته شدند. مجموع این ساختمان‌ها دارای ظرفیت اسمی بالای 1500 نفر بودند، اما تعداد زندانیان اوین بیش از دو برابر این ظرفیت اسمی بود. شرایط زندان اوین از نظر سختگیری با زندانیان به مراتب بدتر از زندان‌های بزرگ دیگر ایران بود، اما از نظر غذا و سرویس‌های بهداشتی بهتر بود. زندانیان سیاسی از طیف‌ها و گروه‌های مختلف مخالف حکومت پهلوی بودند. مسن‌ترین زندانی سرتیپ علی اکبر درخشانی بود که در 7 فروردین ماه 57 در سن 82 سالگی توسط ساواک دستگیر شد و همان شب در زندان اوین درگذشت. برخلاف زندان قصر که شاهد فرار چندین زندانی در طی سال‌های سلطنت پهلوی بود، هیچ زندانی موفق به فرار از زندان اوین نشد. اعدام‌های دهه 50 در تپه‌های اوین. 30 فروردین ماه 1354 اعضای سازمان چریکای فدایی خلق ایران به نام‌های حسن ضیا ظریفی، احمد جلیلی افشار، مشعوف کلانتری، عزیز سرمدی، محمد چوپانزاده، عباس سورکی و بیژن جزنی به همراه مصطفی جوان خوشدل و کاظم زوال انواری، دو عضو سازمان مجاهدین خلق، در تپه‌های اطراف زندان اوین اعدام شدند. این اعدام‌ها در حالی صورت گرفتند که این افراد دارای حکم زندان بودند. اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60. و به یاد می‌آورم کودکی را که در آغوش مادر شکنجه شده‌اش گریه می‌کرد. عفت ماهباز از زندانیان سیاسی دهه 60 زندان اوین. اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367، قتل عام تابستان 67، واقعه ای بود که طی آن چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم ایران، مخصوصاً زندان اوین و همچنین در زندانهای سراسر ایران در ماه‌های مرداد و شهریور 67 اعدام شدند. زندانیان سیاسی آن زمان تهران در زندانهای اوین و زندان رجای شهر نگهداری می شدند و پس از حکم روح الله خمینی رهبر وقت رژیم مبنی بر اعدام مرتدین و ملحدین و دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی، اعدامها در سطح وسیعی در زندانهای اوین، گوهردشت و دیگر زندانهای شهرهای دیگر ایران به مرحله اجرا گذاشته شد. اعتراض حسین علی منتظری به اعدام‌های تابستان 67 منجر به عزل و تبعید خانگی وی شد. وی در آن زمان قائم مقام روح الله خمینی، رهبر وقت رژیم ایران بود. رؤسای زندان: محمد کچویی، اسدالله لاجوردی، سید حسین مرتضوی، کمال زارعی، فرج الله صداقت، محمد علی امانی، علی اشرف رشیدی اقدم، علی چهارمحالی، غلامرضا ضیایی و حمید محمدی. تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا. در 9 خرداد ماه 97، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا زندان اوین را به دلیل نقض حقوق شهروندان ایران مورد تحریم قرار داد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، زندانیان مبهوز در زندان اوین توسط مقامات زندان مورد ضرب و شتم، حمله فیزیکی و آزارهای جنسی قرار می‌گیرند. در این بیانیه همچنین به اداره برخی بندهای زندان اوین توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اشاره شده و آمده است در حالی که مقامات ارشد هموار شکنجه و آزار زندانیان در زندان اوین را کم اهمیت جلوه می‌دهند، به محض اتمام بازرسی‌های ساختگی از وضعیت این زندان، آزار زندانیان از جمله زندانیان سیاسی ادامه پیدا می‌کند. در فروردین ماه 1400 اتحادیه اروپا به علت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران و سرکوب و کشتار معترضان در اعتراضات آبان ماه 98 ایران، سه زندان جمهوری اسلامی از جمله زندان اوین را تحریم کرد. اعتصاب قضایی گسترده 1400 23 مرد و 6 زن زندانی زندان اوین همراه با زندانیان زندان‌های عادل‌آباد، فشافویه در تاریخ 30 اسفند ماه 99 اعلام کردند به یاد و احترام رنج‌های مشترک و در اعتراض به ظلم‌های ستمگران و به یاد گرسنگان وطن بر سفره نوروز شروع سال 1400 خورشیدی را با اعتصاب غذا آغاز می‌کنند که تا 3 روز ادامه داشت. این اعتصاب گسترده 3 روزه و همزمان در زندان اوین بی سابقه بود و با واکنش‌ها و حمایت فعالان سیاسی و مدنی همراه شد. هک شدن دوربین‌های مدار بسته. در مرداد ماه 1400 گروهی موسوم به عدالت علی دوربین‌های مدار بسته زندان اوین را هک کرده و پیامی از خود بر روی مانیتورهای اتاق مانیتورینگ زندان پخش کرد که چنین مضمونی داشت: زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریشه سفید رئیسی، اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی. این گروه هکری در بیانیه خود هشدار داد که به افشای ظلم و ستمی که ابراهیم رئیسی و رژیم به مردم روا می‌دارند ادامه خواهیم داد و افزود که با هدف افشاگری این تصاویر را تهیه کرده و گفته از تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد. گروه عدالت علی در حساب توییتری خود نوشت: ما عدالت علی تصمیم بر برملا کردن جنایات رژیم گرفته و به سیستم‌های زندان اوین حمله سایبری کردیم. جهان را از نقض بارز حقوق بشر در پشت دیوارهای زندان اوین مطلع کنید. واکنش ها. روز چهارشنبه سوم شهریور ماه 1400 سازمان عفو بین الملل پس از انتشار ویدیوها از نحوه برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران خواستار آن شد که مقامات جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه بازرسی مستقل از زندانهای جمهوری اسلامی را بدهد. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل هبا مورایف ضمن تاکید بر گسترده و سیستماتیک بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران افزود: عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست. آثار خلق شده در زندان اوین. نویسندگان، شاعران و هنرمندان زیادی در زندان اوین برای مدتی زندانی بودند که برخی در دوران زندان به خلق آثار خود پرداختند. بهمن احمدی عمویی، زندگی در زندان اوین و رجایی شهر. کیانوش سنجری، شکنجه سفید، مجله شهروند تورنتو. تألیف: کتاب شکنجه سفید در زندان اوین به قلم نرگس محمدی با مقدمه ای از شیرین عبادی درباره انجام شکنجه سفید در زندانهای ایران است. نازنین زاغری، نرگس محمدی، شکوفه یداللهی و آتنا دائمی از جمله راویان این کتاب هستند. نشر باران. ترجمه: مهدی خدایی، اطلس وضعیت زنان در جهان و ایران، انتشارات روزنه، افغانستان، کابل. هنر و ادبیات. 1395، هادی حیدری، مجموعه کارتون‌ها و کاریکاتورها در زندان، نشر نظر.
1396 مهدی رجبیان نوت‌نویسی آلبوم اهل خاورمیانه، 1396 مصطفی عزیزی روزگار شیرین نشر علم، 1396 حسین رجبیان فیلمنامه فیلم آفرینش بین دو سطح. انتقال و واگذاری. موضوع انتقال زندان اوین به خارج از شهر تهران و تغییر کاربری آن از دهه 80 شمسی مطرح شد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری رژیم ایران روز شنبه 17 تیر ماه 96 پس از حضور در مجلس شورای اسلامی بر سر دلایل تأخیر در انتقال زندان اوین به خارج از شهر تهران گفتگو کرد. وی ضمن بیان اینکه موضوع انتقال زندان اوین به خارج از شهر تهران با موضوع انتقال سایر زندان‌ها متفاوت است گفت: در داخل شهر تهران نیاز به یک بازداشتگاه بزرگ برای بازداشت موقت است، زیرا هنگام بررسی پرونده در دادسرا یا دادگاه مدام نمیتوان متخلفان را از فاصله 40 کیلومتری به این مجموعه ها منتقل کرد.